سلام دوستای گرامی، وقتی همه بخیر. بازم خوش آمدید و کانال یوتیوب شهروند. دوستان عزیز، در این برنامه یک از شخصیت های مشهور و معروف افغانستان را به معرفی میگیریم. شخصیتی که از دهقانی به صدارت عظما میرسد، یعنی دهقان بچه‌ای که صدر اعظم میشود. او کسی نیست جز سلطان علی کشتمن. دوستان گرامی، اگر این ویدیو مورد پسند شما واقع شد، کانال شهروند را سابسکرایب نمایید. امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشید. سلطان علی کشمن متولد سال 1314 خورشیدی، سیاستمدار و اولین هزاره است که در دو دوره به مقام نخست وزیری افغانستان میرسد. دوره حکومت ببرک کارمل سال 1981 الا 1988 و دوره حکومت نجیب الله سال 1989 الا 1990. سلطان علی کشتمن فرزند نجف علی در سال 1314 خورشیدی در چهاردهی کابل در خانواده کشاورز هزاره به دنیا آمد. اجداد او از هزاره های دایمرداد و فولادی بودند. از آنجا به کابل مهاجر شده بودند. وی در باره تحصیلات خود چنین می نویسد: پدرم مانند پدر کلان و نیکه هایم کشاورز بود. پدر و مادرمان علاقمند بودند، علی رغم دشواره های مالی و دوری راه فرزندانشان تحصیل نمایند. چنان که به همت ایشان من، برادران و خواهرانم موفق شدیم تا درجه لیسانس و بالاتر از آن تحصیل نماییم. او توانست که با پشتکار فراوان تحصیلات متوسطه را پشت سر گذاشته و برای تحصیلات عالی وارد دانشگاه کابل شود. وی در رشته اقتصاد و حقوق تحصیل نموده، پس از فارغ التحصیلی به عنوان آموزگار استخدام شد. با این حال وی علاقه‌اش را به مسائل سیاسی نشان می‌داد. او خاطرات تلخ را از زندگی نوجوانی خود بیان می‌کند که در تدوین شخصیت سیاسیش نقش داشته است. من شاهد زحمتکشی ها و عرق ریزی های کشاورزان و دهقانان از یک سو و حرص صاحبان اراضی و سودخوران از سوی دیگر بودم. من رنج و بدبختی های مردمان و زحمتکش هزاره را با قلب و وجدان خود احساس کردم و این منبع کار و الهام برای مبارزات بعدی من بوده است. بعد از مدت وی کارمند وزارت معادن و صنایع می شود و همزمان برای مجلات و روزنامه ها مقالات سیاسی و اقتصادی می نوشت. او به اتفاق ببرک کارمل، میر اکبر خیبر، نور محمد ترکی، دستگیر پنشیری، طاهر بدخشی، شهرالله شهیر، نور احمد نور و سالی محمد زیری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را تشکیل داده و از اعضای دائمی حزب در نشست کمیته مرکزی تعیین می‌گردد.
بعد از انشاء حزب به دو جناح خلق و پرچم، وی به جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل می پیوندد. در سال 1965 او کاندیدای پارلمان شده، اما موفق برای یافتن به پارلمان نمی شود. بعد از کودتای 1978 وی تنها عضو حزب از جناح پرچم بود که به عنوان وزیر پلان در کابینه نورمحمد ترکی باقی ماند. بقیه اعضای جناح پرچم با بدگمانی های حفیظ الله امین به عنوان سفیر از افغانستان دور ساخته شده و یا از وظایفشان سبکدوش شدند. هنوز یک سال از کار وی به عنوان وزیر پلان نگذشته بود که به خاطر دیدگاه های سیاسیش مورد غضب امین و ترکی قرار گرفت. بدون هیچ جرمی بعد از شکنجه های وحشتناک به زندان انداخته شد. او به اعدام محکوم شد، اما به خاطر فشار شوروی حکم اعدام وی معاف شده و 20 سال زندان محکوم می شود. بعد از تسلط شوروی که ببرک کارمل از جناح پرچم به قدرت می رسد، او را پس از مدت 17 ماه از زندان آزاد می کند. پس از رهایی از زندان، او به طور موقت به عنوان رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، معاون صدر اعظم و در نهایت برای نخستین بار در تاریخ افغانستان به عنوان یک هزاره صدر اعظم افغانستان می شود. او به عنوان اقتصاددان طرح‌های بزرگ زیربنایی اصلاحات در دستگاه حکومت، سیستم آموزش و پرورش، برنامه‌های بهداشتی، اصلاحات ارضی و خدمات عمومی را به اجرا گذاشته و در شرایط وخیم سیاسی آن زمان توانست اقتصاد کشور را از تورم بالا نجات دهد. وقتی در سال 1990 محمد نجیب الله او را از مقام صدارت عزل کرد و محمد حسین شق را به جایش منصوب نمود، تورم اقتصادی بالا رفت و بحران اقتصادی عظیم کشور را فرا گرفت. نجیب الله مجبور شد سلطان علی کشتمند را دوباره به مقامش برگرداند و او در دوران دوم صدارت خود وضع اقتصادی را بهبود داد. در سال 1991 سوی قصد برای ترور وی انجام گرفت، اما او جان سالم به در برد. کشمن هر روز در مسجد امام حسن مجتبی واقع در غرب کابل سخنرانی داشت. پس از اتمام سخنرانی وقت سوار موترش می شود، در میان جمعیت گلوله به وی شلیک می شود که به گردن وی وارد شده و شقیقش خارج می شود.
من برای درمان کامل خود چندین بار تحت جراحی قرار گرفت. پس از این سوی قصد نافرجام وی استفانامه‌اش را تحویل رئیس جمهور نموده و برای تداوی به مسکو رفت. در سال 1992 نخست وزیر وقت برتانیا جان میجر به وی پناهندگی سیاسی داده، از آن زمان تا کنون وی با خانواده خود در لندن زندگی می کند. دوستان گرامی، این بود مختصر معلومات جمع‌آوری شده درباره زندگی شخصی و سیاسی سلطان علی کشتمند، نخست وزیر سابق افغانستان. تشکر از اینکه تا پایان ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر و دیدار دیگر، بدرود.